خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع در روز پرستار به صحنه آمد و ضمن تعریف و تمجیدهای بیمایه پوز دروغین حمایت از پرستاران را گرفت و چنین گفت: شاید یکی از کارهای لازم الاجرا که به بنده گزارش دادند عبارت باشه از اجرای قانون تعریف گذاری خدمات پرستاری، که این قانون مدت ها قبل تصویب شده لکن اجرا نشده. باید اجرا بشه، قانونیست بایستی اجرا بشه. البته کارهای دیگری هم وجود داره، از جمله کارهای خیلی خوب استخدام پرستار. من البته این رو در شاید سه چهار سال پیش یه وقتی به مسئولین محترم گفتم. من اون وقت گفتم باید حدود 30,000 پرستار رو استخدام کنیم. مشکلاتی داشتند و متعذر شدند به مشکلات و نشدند. خامنه‌ای دروغ میگوید. او مطلقاً به فکر پرستاران نیست. چگونه است که خامنه‌ای بعد از 14 سال قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را یادآوری می‌کند؟ آیا او طی این 14 سال خبری از این قانون نداشته؟ آیا او صدای اعتراض پرستاران را که بارها و بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند نشنیده؟ پوز دروغین خامنه‌ای برای استخدام پرستاران تنها نمکی بر زخم‌های مزمن پرستاران 89 روزه است. اما علت این دروغ‌های خامنه‌ای چیست؟ مروری بر وضعیت پرستاران میهنمان برای پاسخ به این سوال ضروری است. میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری، در جلسه با آخوند روحانی چنین میگوید: و در خط مقدم نظام سلامت هم پای اعضای تیم سلامت پرستاران جانفشانی کردند و تا امروز بالغ بر 100 نفر جان خودشون را از دست دادن، بالغ بر 60,000 نفر در بخشای دولتی و غیر دولتی خودشون از مجموع پرستاران به کرونا مبتلا شدن، که 7,000 نفر از این عزیزان همین نفر فقط پرستار بودن، گروه پرستاری کل کار نه گروه پرستاری، که این خودش الان بحثی است. بله، متاسفانه 100 پرستار به علت کرونا جان باختند و 60,000 پرستاری که به کرونا مبتلا شدند و 8,000 پرستاری که به علت کرونا از چرخه کار خارج شدند. علت این ابتلاها چیست؟ پاسخ روشن است: نبود امکانات و تجهیزات لازم برای حفاظت از جان پرستارانی که به طور مستقیم با بیماران کرونایی سر و کار دارند. علاوه بر نبود امکانات و تجهیزات لازم، فشار کار مضاعف را نیز باید اضافه کرد. میرزا بگی، رئیس سازمان نظام پرستاری رژیم، در این رابطه چنین میگوید: و همینجا هم خواهش بکنم این دو موضوع استخدام که ما واقعا الان با کمبود نیرو به صورت یک چالش جدی مواجهیم. کمبود نیرو مشکل مستقیمش و تبعاتش برمیگرده به بیمار، به افزایش مرگ و میر، مخصوصا در این دوران کرونایی و در مناطق محروم. ما باید بر اساس حداقل استانداردهای دنیا 2.5 نفر پرستار، گروه پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی نیرو داشته باشیم، که الان 7 تا 8 در جایی که خیلی وضعمون خوبه 1 نفر به ازای هر تخت بیمارستانی در 24 ساعت داریم. یعنی 1 نفر به ازای هر تخت بیمارستانی در شیفت صبح، عصر، شب و شب مقابل، که باید خودش تقسیم بر 4 بشه. بله، فشار کار چند برابر پرستاران زحمتکش میهنمان را بیشتر و بیشتر در معرض ابتلا به کرونا قرار داده است. همین فشار کار، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی و روانی، ضریب ابتلای پرستاران را چند برابر می‌کند. و اما در رابطه با استخدام پرستاران، باز هم از رئیس سازمان نظام پرستاری رژیم بشنویم: تازه اون 3-4 سال گذشته هم تعداد زیادی پرستار بازنشسته شدن، به جای اونها هم پرستار کافی گرفته نشد و به کار و باز در این 8 سال، حالا 7 سال خورده ای، چقدر اضافه شدن کادر درمان؟ باید بگیم کم شدن. با
باید اضافه کنیم که بسیاری از پرستارانی که همین حالا جزء آمار کارگزاران رژیم محسوب می‌شوند، پرستاران غیر استخدامی و به اصطلاح 89 روزه هستند. چرا که بر اساس قوانین کار رژیم، اگر کسی بیش از 89 روز مشغول به کار باشد، باید استخدام شود و از بیمه و خدمات تأمین اجتماعی برخوردار گردد. اما کارگزاران رژیم با سوء استفاده از این شکاف قانونی به استثمار جامعه پرستاران ایران می‌پردازند و تنها برای 89 روز با آنها قرارداد می‌بندند تا آنها را استخدام نکنند. خبرگزاری حکومتی تسنیم در مطلبی تحت عنوان جنگ 89 روزه با کرونا در این رابطه می‌نویسد: با گسترش کرونا در کشور نیاز به نیروهای درمانی افزایش یافت. از ابتدای شیوع بیماری کووید 19 و از آنجایی که در موج اول تعداد اشغال تخت بیمارستان بالا رفت، دانشگاه‌ها نسبت به جذب پرستاران 89 روزه اقدام کردند. اقدامی که نشانگر کمبود نیروی انسانی و کندی روند جذب نیرو در حوزه پرستاری بود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در زمان حاضر حدود 2000 نفر پرستار 89 روزه در سراسر کشور داریم که گروه‌های مختلف پرستاری را شامل می‌شوند. فشارهای اقتصادی و اجتماعی که رژیم به پرستاران وارد می‌کند، آنها را به سمت مهاجرت و خروج از ایران سوق می‌دهد. به ویژه در شرایط پاندمی کرونا، بسیاری کشورها به جذب این پرستاران پرداختند. روزنامه حکومتی فرهیختگان در رابطه با آنها نوشته: پرستارانی که رفتند هم راضی هستند. میگویند آنجا هم منزلت اجتماعی خوبی دارند و هم درآمدها اینقدر متفاوت و کم زیاد نیست و پرستار به اندازه زحمت و خدماتی که ارائه میکند حقوق دریافت میکند. آنقدر این تفاوت‌های مالی در ایران زیاد شده که حرفه پرستاری کوچک شده و ارزشش را از دست داده است. این روزنامه حکومتی در رابطه با امنیت شغلی پرستاران می‌نویسد: خیلی از پرستاران شرکتی هستند. در این بخش در بیمارستان‌های خصوصی اصلاً وضعیت مناسب نیست. با کوچکترین دلیلی عذر همکاران ما را می‌خواهند و اصلاً امنیت شغلی ندارند. نویسنده این مقاله طی مصاحبه با یکی از پرستاران از مشکلات آنها سوال کرده است. پاسخ زیر تیتر کو گوش شنوا این چنین است: از کدام یک از مشکلات بگویم که چیزی از قلم نیفتد؟ مگر مسائل ما یکی دوتاست؟ مگر مسئولان نمی‌دانند چه بلایی بر سر پرستاران آمده و می‌آید؟ هر سال این ایام دوربین‌ها و رسانه‌ها به سمت ما می‌چرخند و یاد ما می‌افتند. مسئله ما معیشتی است که با این حقوق‌های 2 میلیونی و 3 میلیونی هیچ جوره قابل مدیریت نیست. مسئله ما نبود امنیت شغلی است. قراردادهایی است که به نفع کارفرما بسته می‌شود و هر وقت دلش بخواهد ما را از کار بیکار می‌کند. مسئله ما اینها و خیلی بیشتر از اینهاست، اما کو گوش شنوا؟ پرستاران میهنمان در اعتراض به این همه ظلم و بی‌عدالتی دست به اعتراض زدند، اما پاسخ اعتراض آنها مثل همیشه سرکوب بود و حتی به اخراج برخی از آنها انجامید. روزنامه حکومتی فرهیختگان در این رابطه می‌نویسد: سال 93-94 جامعه پرستاری خیلی متشنج شد و این طرح‌ها تنش‌های زیادی را ایجاد کرد و منجر به برخوردهایی حتی قهری با پرستاران شد که حتی حکم اخراج و غیره برای آنها صادر شد. آن هم فقط و فقط برای اینکه پرستاران نسبت به این تبعیض و بی‌عدالتی معترض بودند. بله، وضعیت جامعه پرستاری ایران وضعیت انفجاری است. به ویژه پس از فشارهای روزافزون در دوران پاندمی کرونا، این زحمتکشان راه سلامت نارضایتی بیشتری دارند. دروغ‌های خامنه‌ای و وعده درمانی‌های او در پاسخ به همین نارضایتی‌ها بود. دروغ‌های خامنه‌ای و روحانی برای غلبه و سرپوش گذاشتن بر این بی‌عدالتی و ظلم همچنان ادامه دارد.